در پی کشته شدن 23 مسلمان در نیجریه، رئیس جمهور بوهاری این حمله را محکوم کرد. 23 مسلمان در هنگام بازگشت از یک مراسم مذهبی در ایالت باوچی در نیجریه هدف کمین افراد مسلح و ناشناس قرار گرفته و همگی کشته شدند. این کشتار موجی از خشم و نفرت را در میان مردم نیجریه به خصوص مسلمانان سبب شده است. محمد بوهاری رئیس جمهور نیجریه این حمله را محکوم کرده و آن را کاملا برنامه ریزی شده خوانده است. با اینکه دولت نیجریه اعلام کرده مهاجمان را دستگیر کرده، اما هنوز هیچ نام و نشانی از آنها فاش نشده و مدرکی هم مبنی بر دستگیری آنها ارائه نشده است. دزدی، راهزنی و آدم ربایی در نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقا متداول است و هر ساله افراد مختلفی در جاده ها و راه های این کشور هدف حمله قرار می گیرند. اما برخی منابع در نیجریه می گویند این حمله به مسلمانان کار گروه شبه نظامی مسیحی است. گفتنی است شمال نیجریه نیز 12 سال است که شاهد درگیری سنی های تونرو و نیروهای دولتی است که طی آن تا کنون بیش از 350 هزار نفر قربانی شدند.